درود و سلام بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده است نور استید. این روزها اختلافات و اتهام بندی ها در میان رهبران حکومت وحدت ملی مهمترین خوراک رسانه های افغانستان است. از یک سو نارضایتی مردم از این حکومت و از سوی دیگر اختلافات میان رهبران آن نگرانی سختی را میان شهروندان خلق کرده است. آگاهان و مردم میگویند حکومت به جای رسیدگی و مشکلات مردم به مشکلات آنان افزوده است. اگر از اگر از دیگر مشکلاتی که در این حکومت وجود دارد بگذاریم تامین امنیت شهروندان و کشور مهمترین ضعف و ناکامی آن گفته می شود گفتگو روی این موضوع با خیان غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان و مسعود ترشتوال عضو شورای حراست از حراست و ثبات که تا دقایق بعد تشریف از حضورتون آقای وکیل دلیل تنش های سیاسی و شکاف های سیاسی میان رهبران حکومت چی بوده میتونه؟ هم به قومگرایی و افرادگرایی قومی و نجادی متهم میکنن بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام احترام خدمت جنابی علی همکاران محترم تکنیکی در شبکه و تمامی بینندگان محترم تلویزیونی نور اساسا بسیار جای تاسف واقعا و تاثر است خوب اگر دقت بکنیم ما این وضعیت افغانستان به هیچ کسی دیگر احیانا اگر معلوم نباشه که معلوم است به تمام مردم حدی اقلش به همی دوستانی که رفتن با گذشت مردم افغانستان که نسبت به این انجام داد به اینا اعتماد کرده و اجازه داده که سرنوشت خود را به دست اینا دادن به اینا معلوم است که وضعیت افغانستان در کجا قرار داریم از لحاظ چالش های عدیده مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات فرهنگی بی ثباتی و بی باوری و تنفر و انزجاری که بخش عظیم مردم افغانستان از تران حکومت داره یکی فعلا در سرک های جادان این اینو بحث جداست ولی اگر کسی بره یک آمار بگره آمار منصفانه و عادلانه شما در زیر آسمان کبود افغانستان کسی را پیدا نمیکنید که از این نظام و از نظام و از دولت مردایی که افغانستان به اینجا کشانده واقعا یک دل خوش داشت مگر مگر همو خانواده خودشان دوست و بچه مامایشان بچه کاکایشان و نهایتا دفتر دارایشان را و همو مدده هایی که دورو 24 ساعت نان میخورن و استفاده میکنن به این اساس است که اینا عوضیزی که بیایه کار بکنه برای افغانستان صادقانه و خدمت بکنه برای مردم افغانستان باز علاوه این وقت این کار را انجام داده نمیتونن و انجام نمیدین باز متاسفانه میاین یک بخش بسیار مهم و پارازیدی که قطعا به منافع ملی افغانستان نیست اینا را مطرح میکنه با عنوان مثال دیروز در این جلسه سالگرد آقای عرفانی بود خب صحبت کردن. تعدادی از سران حکومت اونجا بودن جناب آقای دکتر عبدالله بودن ماوینش بودن و همینطوری آقای سرور دانش و وقتی که صحبت میکنه واقعا اینا من نمیفهمم از اینا با سوال بکنه کمی صحبت ها رو که شما میکنین همین وضع و نصیحتی که برای مردم میگین حالا تقصیر مردم چیه خب بند خدا شما اگر سیاست مدار هستین برین بشنین با هم دیگر هر مشکلی که دارین یا در کاخ ریاست جمهوری یا در صدارت اوزما یک در کاخ سفیدار بین هم دیگر بشنین در بین به اصلاح اعضای محترم کابینه ایتان مطرح بکنین و این مشکلات ها را حل بکنین اینا آره رو چرا میاریم به بازار مطرح بکنیم؟ وزی نصحت از زبان معاون دوی رئیس جمهور متوجه کسایی بود که انتخال داشتن معاون اول رئیس جمهور آقای دوستم خب این پرسش اصلی است که این می زنی و متهم کردن یک طرف و قومگرایی افراد و افرادگرایی قوم نجدی. برای چی است چون این وضعیت وجود داره یا مسئله دیگه‌ای است خب بدون تردید باید ما قبول بکنیم که یک بخش در افغانستان و بخش شعار هاست که از ما زمان کمپین تا به امروز که آمده ما و شما چیزی را و چیزی که به کرسی عمل و جامعه جامعه عمل بپوشانده شده شده باشه ندیدیم به با عنوان مثال خب دو سال و اند طول کشده تا اینکه بتانه بخشی از کابینه خود را بخشی از کابینه که تانوز هم کابینه مم. حکومت وحدت ملی تکمیل نیست خب اینو مسئول چی بودن در این خب در همین پس این معلوم میشه که این نماینگر است که اختلافات اینا اختلافات شدید است و بعد کسایی هم که برده بخش عظیمی شن به بخش بزرگی کسانی که با داشته و گماشته بستر کار که ما به همه ایشان احترام داریم اینا افرادایی هستند کسانی هستند که فرزند در دوران کمپین با اینا بودن یا در یک بخشی از اینا که دارای حزب هستن از احزاب عقب مانده خودشان افراد تعیین کردن یا در این بخش شما ببینید ما میبینیم اختلافات آشکارا میبینیم ولی از عزیز بقا. اختلافات برای چی است اتهام ایست که خوب طرف قومگرایی میکنه در پی انحصار قدرت است میخواد حکومت قومی بسازه صحت داره چون این چیزی چون این وضعیت جریان داره وجود داره چون این وضعیتی اینا بر مبنای چارچوب قانونی اساسی مکلفیت و مسئولیت داره که هر کدامشان مسئولیت خود را در چارچوب قانونی و حقوقی مطابق با ارزش‌های مندرج در قانون اساسی قانونی اساسی حکومت تعریف میکنه اینا باید مراجعه بکنه ما با ماده از افتادیت. از, از بی صحبت میکنه ای که صلاحیت های کرسی موینت اول پیش رئیس جمهور است هیچ صلاحیت نداره گلشان ام، امین است من میگم که در رابطه با معاون محترم اول جنرال صاحب دوستوم او باید پیش از ای که در یک تیمی وارد کارزار انتخاباتی شود با جناب آقای اشرف غنی حد اقلش, اقلش قانون اساسی را قرائت میکرد و میخوان همین میفهمید که وظیفه وظیفه ماون اول در چارچوب قانون اساسی بعد از اینکه حکومت فردا ما موفق شم کامیاب شم تشکیل شوه همین وظیفه به اسلامی صلاحیت های مندرج ماون اول در قانون اساسی چی هست خب رو باید میخوان حالا ما اگر نمیخوایم خدای نخواسته به کسی توهین بکنیم مم. یا بی ادبی به خاطر از اینکه میدیا یک ارزش و اخلاق خود داره که باید اون اره همه ما مراد بکنیم در کل آنچه که واقعیت داره بالفعل جنگ بر سر قدرت نه منافع ملی و سیاسی افغانستان قطعا جنگ بر سر چوکیس نه جنگ بر سر با اسلام منازعه بر سر اعتبارات ارزش هایی که میتونه افغانستان به طرف یک صلح و ثبات و خیر و سعادت رهبری بکنه جنگ بر سر چوکیس وی عبارت عزیز که منافع افغانستان ملحوظ نشده منافع ملی افغانستان ملحوظ نشده منافع کلان مردم افغانستان مورد لحاظ ارزش یابی قرار نگرفته یک چیز واقعی و ارزش یابی است و به عنوان مثال مثلا ماده 67 قانون اساسی میگه میگه که حالا خود کسی نیست که به قانون اساسی عمل بکنه شما ببینید این بسیار جای افتضاح هست و بسیار جای خجالت است که رئیس جمهور از طرف معاون اولش متهم میشه و بدتر از این باید ما شما فراموش نکنیم او بیانیه ای که جناب از طرف ریاست محترم جمهوری افغانستان و رئیس جمهور حکومت وحدت ملی از حرک صادر شد علیه جنرال دوستم و علیه ماونی اولش او را متهم میکنه به بجن، بجن، جنگ افروزی و از اینکه فرزن قانون حقوق بشر مراعات نکرده نقص کرده در طورت او رفته در مقابل طالبا بنابر بنابرا ادعایی که جنرال تسلیم داره فرزند در فاریاب یا جوزجان یا قیصر یا جای دیگه جنگیده شما ببینید در کجای یک دنیا در کجای یک نظام در کجای یک حکومت داری سه سالمی که مبتنی بر قانون ارزش های ملی و سرزمین واگذار با شده باشه مبتنی بر او باشه همین رقم به اصلاح القاب و همین ادبیات و همین اصلاحات به کار میره, میره متاسفانه به این اساس است که لذاست که ارزش های ملی افغانستان جدا مورد نظر قرار نگرفته اگر ارگ از ریاست اجرایی است یا کسای دیگر هیچ فرقی نمیکنه اینا در مجموع ما می بگم که سالم نیست اینجا... است بله قطعا نمی رقم است ما نمی که به اصلاح اینجا بیاییم بخاطر ازی که ما در هیچ جناحی نیستم ما صحبتیم ایم چیزی که تا آنجایی تلاش کردیم و تلاش میکنیم که که آنچه که مبتنی بر ارزش های ملی افغانستان و مردم افغانستان باشن صحبت بکنیم به همین دلیل که میگم که قبل از اینکه جنرال صاحب دوستون بره کمر آقای غنی رو در جوجان بسته کنه قبل از اینکه در فاریاب بره چپن در سر چانه ازو برزه قبل از اینکه لنگی در سر ازو بزنه فرزن در دوران کمپین قبل از اینکه دستبانی بکنه قبل از اینکه در قندوز بره چه رقم کمپین شاندار اینا گرفتن ترادانم خدا و نمون روزگار خب با باید امروز نباید فراموش میکردن اینا اگر واقعا یک تعهد اساسی در قبال هم دیگر داشتن با کمال تاسف آقای دوستم خوب مراجعه بکنن به کارهای خود کاره خود, کاره های خود که اگر رأی شماها نبودی آیا وجدانن به جناب آقای اشرف غنی فقط به رأی فقط یک چند نفر محدود باز میتونستن که اینا بر سر قدرت بیای پرخوا و از گذشتن گذشته از او باز بیای قبل از که در جبهه بره قبل از که بره اونجا به اصطلاح سنگر ایجاد بکنن اینا بیاین چرا چرا با پارلمان کشور چرا با شورای ملی چرا از هیچ کی با مردم افغانستان با شریک میساخت یک دعوتنامه عمومی یک روز از تلویزیون ملی افغانستان اعلان میکرد یک بخش کلانی از جامعه مردم افغانستان در چمنی حضوری دعوت میکرد اونم اونجا یک کنفرانس مطبوعاتی میداد میگفتن که یک دو سه چار چرا این کار نکرد از طرف دیگه چطور میشه جناب آقای غنی که خودش متهمه به توسط فرزند معاون اولش به قومگرایی و تبعیض تبعیض سیستماتیک و بدترین ادبیات و الفاظه هایی که به کار رفتن او باز چطور جرأت میکنه که معاون اول خود را متهم میسازه به ای که باید محاکمه شود و قوه عدلی و قضایی و امثال زالگ را ارزیابی بکنه اینها گواهی است که متاسفانه فقط غیر از آبروریزی دیگه هیچ گونه دستاوردی نداره ما اگر بیاییم در یک فرزند در یک ارزیابی دقیق وقتی که ایره بریزیم و سبوک سنگین بکنیم غیر از آبروریزی برای اینها هیچ دستاورد دیگر واقعا شده نمیتونه که هم دیگر به این اساس متهم میکنه دو سال دو نیم سال از دوران زی حکومت گذشته تا هنوز کابونی از حکومت تکمیل نیست با تمام شعارهایی که میده شعارها شعرها پوپولیستی که در دوران انتخابات داد و گاگایی که از پشت سری پرده های تلویزیون ما و شما میبینیم جیغ میزنند و بالا میکنن که ما این کار میکنیم شما ببینید وضعیت افغانستان هر روز فرزندان افغانستان در جبهات جنگ در مقابل داعش در مقابل طالب در مقابل القاعده در مقابل دشمنای منافع ملی افغانستان قربانی میشه باز این ها خجالت اینا خجالت کشه اینا برن جبهات جنگ آراسته بکنه، به سربازه ها رسید که بگن با زخمی های جنگی واقعا جن... امکانات برسانه و از این گذشته یک خدمت شایسته را برای مردم افغانستان تدارک ببینه ارائه خدمات شایسته به مردم افغانستان بکنه به عنوان مثال حکومت ناکام اون حساب قطعی آمده از مجموع بودیجه انکشافی اینا تا به حال که دیگر کم مانده به پایان سال مالی حکومت و نظام افغانستان میدانی چقدر اینا مصرف کرده؟ سی درصد مصرف کرده اینا خجالت نمی در صورتی که امی جناب آقای غنی وقتی که آمد به پارلمان امیر تا خود سپرد گفت ما اینا رو معرفی کردیم شایسته هستن در ظرف شش ماه آینده که هر کدام از اینا که ناکام برآمد ما اینا رو عزل میکنیم چرا عزل نمیکنه خب این بیانگر چی است عدم ظرفیت زرفی... و عدم صلاحیت کارگزاران این باید قبول بکنیم این باید از اینها سوال بکنیم وقتی که میاین قول دادن تا سپردن به مردم افغانستان و گفت که این امروز نشانه در ظرف شش ماه آینده شما با اینا رای بدین وقتی که با اینا رای دادین اگر کار نتوانستن باز ما توسط ما به اصلاح میشه چرا حضل نمی کنه اینا چرا؟ برمیگردیم به این که چی؟ شایسته سالاری ملاک عمل در افغانستان نیست بلکه شعاره ها یک چیزه در عمل چیز دیگر آمده اگر واقعا به تعهد به با افغانستان باشه وقتی که چه 34 درصد میارن اینا مصرف میکنه بودجه این را پس ای افغانستان چه وقت این پیدا میکنه در صورتی که پول هست تخصیص هست خب وقتی که یک وزیر یک مسئول بودجه، یک واحد بودجه نمیتونه بودجه خود مصرف بکنه یه دلیلی بر چیه دلیلی بر اینه که حکومت نه تعهد ملی داره نه ظرفیت اساسی داره نه توانایی کار داره اون وقت میایه این جنجاله ها یک جنجاله های سیاسی میسازه میخواد تمام نواقص کار و عدم مسئولیت پذیری خود و ناکامی خود را در مرحله عمل بس. نسبت به مردم افغانستان و تعهداتی که در قبال مردم سپرده بودن اینا باز بیایی که به با اصطلاح یک چتر کلان رو بسازه که بس. ما فرصت سوزی میشه و باز او حرفی که جناب آقای دانش در بیان کرده بودن آقای دانش ناکام ترین آدم است هیچ مدیریت او بس. بلد نیست شما میگین که هیچ طرفی بله. سالم بله. بله. او ببین او چرا یک میزنه اینا نباید رقم حرف بزنه در همه جلسه که دیروز در فاتحه آقای عرفانی اونجا در باقر العلوم اونجا مطرح کردن بین صحبت ها و موزگیری های اول سرور دانش و تا باخرش وقتی که شما مقایسه میکنین یک پرادوکس یک تناقض آشکارا وجود داره اول میگه که فرزن به یک وجه رئیس جمهور دنبال از این کارا نیستن بعد میگه بله یک سلسله نواقص اینجا وجود داره خب پس یک سلسله نواقص اینجا که وجود داره چیه خب از طرف شما میگین که نیست چیزی نیست هیچ کسی دنبال از قضیه نیستن رئیس جمهور به هیچ وجه دنبال قومگرایی نبودن دفاع میکنین خوی دفاعی بر حق به خاطر که باید دفاع بکنین چون این نفر سوم است بیچاره نمیتونه بالاخره اون موضوعی که دیگه را میتونه در عین حال باز میاد، بله یک, سر سر... یک سری مشکلات ها هستن این بیان مست متناقض از یک مقام حکومتی بیانگر چی است بیانگر دروغگویی ام یاش کارا خوب اینا دنبال چی هستن این حفظ چوکی و موقعیت خود کدام موقعیت دیگر که نداره اینا اینا حالا که از آدرس قوم صحبت بکنه دروغ میگن اینا اینا نماینده های قوم نیستن شما بیارین بالاخره یا کسی که تردن خانو از یک ولایت کرده نمیتونه مردم یک ولایتش از اینا حمایت نمیکنه باز اینا از یک کلان کتله انسانی میتونه نمایندگی بکنه کلش به خاطر همین روی عملکرد ناکارآمد بودن خود یک لفافه کلان یک پوشش کلان سیاه زمخت را بیندازه تا از انظار عمومی مردم افغانستان ناکارآمدی مسئولین محترم حکومت وحدت ملی پنهان و پوشیده شما میگین جنگ قدرت است منافع ملی لحاظ نمیشه برای مردم کار نمیشه خب تا دو سال میگین کاری نشده به او وعده که دادن عمل نکردن این وضعیت آینده کشور کشور کجا میبره خب آینده ای کشور واقعا ما باشیم و این می حرکت های ناشایسته برخلاف منافع ملی و برخلاف عظمت و ابهت و و ارزش های انسانی مردم افغانستان آینده را تاریک می بینیم امیدوار هستم که همه ماها را خداوند متعال در همو سرات مستقیم هدایت بکنه و در غیر از او امیدوار هستم که خداوند متعال اگر اینا قابل هدایت نباشه واقعا مردم افغانستان از از اینا نجات بید. بله انتخاب شمار زیادی است که طی دو سال با که وعده شد در توافق سیاسی و برگزاری انتخابات تدویر لوی جرگه تا این دو سال اصلاحات انتخاباتی که جامعه عمل نپوشید خب امیدواری پس از این میره که چشم امیدی باشه برای کار بهتر و اصلاح پس از این که ما امیدواری داشته باشیم که خب پس از این کاری بکنن یا نه که آینده تاریک معلوم میشه مگر معجزه در افغانستان اتفاق میفته دو نیم سال دو سالی که ما میگیم بر اساس همو سالی سالی است که فرزن قانون اساسی برای تشکیل حکومت برگزاری انتخابات اعلان نتایج جنا مطرح کرده بر اساسی از اون میگیم از لحاظ حقوقی هم همینه یعنی دو نیم سال نه که دو سال از عمر از تیر شده باشه دقیقا دو نیم سال دو نیم سال م... از دوران حکومت وحدت کسی مقرر داشته برای چارچوبی قانونی اساسی گذاشته در ظرف دو نیم سال اینا کار کردن که بعد باز مگر اینکه معجزه اتفاق معجزه که اتفاق نمیفته تکامل همانطور که در عرصه تکوین یک حرکت تدریجی در عرصه به اصطلاح جامعه و دولت داری و اجتماع هم یک حرکت وقتی, وقتی صحبت از که خلق نمیشه بلد. که یک مرتبه ما بیاییم به اصطلاح بگیم که تانوز جناب آقای غنی اگر او تبلیغاتی که صورت گرفته بود تیم تیمشان که میگفت دانشمند دوم دو دنیاست تانوز که دانشمند دوم دو دنیا کارش به اینجا رسیده نتانسته که اصلاحات اساسی و مورد نظر ایجاد بکنه آیا یک شبه در مدت باقی مانده دیگر نهایتا یک سال دیگه اینا وقت داره سال بعدیش خب باز میریم به طرف انتخابات اگر اینا واقعا توانمندی رو داشته باشه که انتخابات برگزار بکنن دلیلش هم شما جنگ قدرت و منافع شخصی دقیقاً منازم مناظه قدرت و وقتی به مقام حکومتی مراجعه میشه ازش پرسیده میشه که تا این دو سال کاری نشده که وعده شد قید زمانی براش تعریف شد که اینی کارها تا این مدت میشه نشده او خب ناگزیری های حکومت عنوان میکنه که ناامنی است ما درگیر جنگ ناعلام شده هستیم استخبارات منطقه اینجا کار میکنه از این مسائل خب یک بار کاملا ما و شما قبول داریم شرایط افغانستان همه ما درک میکنیم ما که میگیم حکومت ناکامه اون بخش از کارها را که میتونستان فرضاً اینا انجام بدن انجام دادن نتونسته و خود را گرفتار اینی این با شرایط باید کارایی میشد بله 100 درصد این رقم نبوده که تمام افغانستان کارای در به عنوان مثال اینا که دولتداری و حکومت داری خوب میگه اما جناب آقای زیا مسعود خب به عنوان نماینده تام اختیاری جناب آقای غنی در دولتداری داری خوب است دیگه چرا صدای زو بر آمد از اینکه بگذریم مثلا مبارزه با مواد مخدر اینا چی کار کردن در همین سالی که فعلا در همین سال میلادی که ما و شما قرار داریم میدونین چی می... مي... چی مقدار چی رقم قوا در دنیا ایجاد شده 60 میلیون دلار 68 میلیون دلار از فروش تریاک افغانستان در دست مافیای قدرت و امثال زارک در سطح جهان مطرح شده که ده درصد از فقط به مردم افغانستان برمیگرده دیگه. دیگه کلش در جیب این مافیای سیاسی قدرت و که به اصطلاح با آ آ تاجران مافیای سیاسی بین المللی دست دارن آیا علت ناکامی هست یا نیست نزدیک به دو میلیون خود افغان ها در داخل افغانستان مبتلا به مواد مخدر شده معتاد شده پول افغانستان در مقابل اسعار خارجی با عنوان قلم سوم شما در نظر بگیرید یعنی می حکومت با تمام شعاره های پوپولیستی که میده فعلا با 19 میلیارد اینا با کسر بودجه رو بروز اشاره بسیار گوای کرانه ده این مملکت وقتی که خودی خود معاون اول رئیس جمهور می آید در تاریخ و در تاریخ دولت و دولتداری و نظام و نظامداری در سطح جهان به سابقه است سران درجه یک و مسئولین درجه یک امنیتی را متهم میکنه به طالب بودن به طرفداری از طالب به طرفداری از داعش دا به طرفداری از اینکه پول میده میخواد که مرا بکشه حرف های جنرال دوستم می بود ما نقل نقل قول از زبان از میکنیم پس بنابراین هر سر کوچه و بازار به با اصطلاح سر چاو کم نیست معاون اول و نفر دوم در این مملکت این شعارها رو وقتی که میده اینا گبای بسیار تکان و شعارهای واقعا تکان دهنده است و از طرف دیگه بلفیل اگر آمار بره آمارگری بکنه شما مطمئن باشین که بالای 93 درصد کل مردم افغانستان اظهار تنفر و انزجار داره از اینا سمجد. پس بنابراین ملاک مشروعیت چیز ملاک مشروعیت در یک نظام دو چیز هست. یک برای مردم یک نظام باید سر پای بیاید در دموکراسی های کلان مدرن دنیا دوم ارزه خدمات شایسته برای مردم و رضایت مردم که هیچ کدامش را هم اینا نداشتن سپاس قدار. ادامه بحث پس از این وقفه کوتاه. درود دو دوباره بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده است میرسید قابل یادآوری که آقای مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات هنوز نیامدند و انتظار داریم که تا لحظات دیگه برسند جناب وکیل خب وضعیت بد تعریف میشه میگن هیچ طرفی برای منافع ملی مردم افغانستان کار نمیکنن جنگ قدرت جریان داره از این مسائل وضعیت هم که خوب نیست نارضایتی مردم هم در بالا هست مواد مخدر هم که شما عنوان کردین و کسر بودیجه و مصرف سی و درصدی بودیجه در دولت این اما مشکلات خیلی کلان است که بیان کردیم خب پس از این راه حل چیست؟ شما رو میگن که تنها راه حل حکومت وعدت ملی چنگ زدن بر توافق سیاسی حکومت است آنچه که در توافق سیاسی 29 سنبله سال 93 وعده کرده عمل شود خب این 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 مسئله پیش حکومت مطرح است که با اون چه وعده کرده عمل بکنه و راه حل همین است تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس متوافق سیاسی صورت گرفت ولی در عین حال تمام عملکرد حکومت در دوران حکومت داری هر یکی از زمامداران بر سر قدرت هر دو تا به عبارت دیگر هر دو بخشی ساختار سیاسی حکومت و مدیران اجرایی حکومت را که تشکیل میده چی تیم جناب آقای غنی تی چی طرف از تیم جناب آقای عبدالله اینا ملزم و مکلفه که تمام عملکرد خود را در داخل نظام افغانستان بر مبنای قانون و قانونی اساسی و بقیه قوانین نافذی کشور انجام خب بله. بله تقسیم قدرت بر مبنای هم توافقی سیاسی است که بین هر دو تا تیم سوگن خوردن و بر فیصله ای که در سفارت آمریکا صورت گرفتن و بعد در حضور مردم افغانستان آمدن بر تعهدات خود اونجا ارزش گذاشتن و امضا کردند اینکه این جهت راه سبازن. حل ایمان مفادات توافقنامه 29 است بله که نشده چرا نشده؟ چون یکی از مفادات بسیار مهم او و تعهداتی که نداشتن برگزاری انتخابات در ظرف دو سال آینده که حالا تمام شد تا انتخابات ولسی جرگه و همینطور انتخابات شوراهای ولسوالی را باید برگزار میکردن تا زمینه تشکیل لوی جرگه قانونی اساسی برگزار میشد کمیسیونی کمیسیونی تعدیل قانونی اساسی هم ایجاد میگردید بعد از برگزاری انتخابات هم برای ولسی جرگه و هم برای شورای ولسوالیها ها او وقت لوی جرگه قانونی اساسی مطرح میشد تشکیل میشد تا به اسلام میرفتیم سر نوعیت و تغییری قانون اساسی در بخش نوعیت نظام افغانستان این همه این کی... موارد آه. قابل اجرا بوده مقدور بوده که باید بیاید کل... انتخابات بله. و اعلان اصلاحات انتخاباتی و تدویر لوی دو سال که دو... نشدن. دو سال چی فرصت بسیار کلانیه در ظرف یک سال اینا میتونستان برنامه ریزی بکنن اما نکردن بس. چرا نکردن چرا نکردن به بدل... بد... دلیل از اینکه جناب آقای غنی فکر میکرد و باور داشت و باور داره که ممکن در فرایند در نتیجه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و همینطوری شوراهای ولسوالیها تیم آقای دکتر عبدالله بیشترین وکلا را وارده صحنه و عرصه سیاسی بکنه در این دو مرحله که بعد بریم به طرف تشکیل لوی جرگه قانون اساسی نوعیت نظام تغییر بده وقتی که نوعیت نظام تغییر داد چی میشه؟ در اون صورت در اون فرایند سیاسی در اون تصمیم اگر تحقق پیدا میکرد بعد از پست ریاست جمهوری میشد یک پست تشریفاتی بل. از این طرف جناب آقای عبدالله هم باور نداشتن این را باز بکنم و هم تعلل کرده چرا به دلیلی از ای که جناب آقای عبدالله پیش خود این ملاحظه را داشت که شاید تیم آقای اشرف غنی در برگزاری بعد از برگزاری انتخاب در نتیجه انتخابات بیشترین وکلا را در هر دو تا حوزه هم ورسی شوراهای ولسوالیا به اصطلاح ایرا بیشتر بیاره و بعد از تشکیل لوی قانون قانونی اساسی ما ناکام بمانیم سرنوشت ما چی میشه به این دلیل که پس برمیگردیم با این دو تا مقدمه به این نتیجه میرسیم که بالفعل جنگ بر سر چوکیه چه... یعنی بر سر قدرت است بر سر بخور بزن است نه بر سر منافع افغانستان و شعراهایی که داده میشه که منافع ملی منافع ملی منافع ملی از ابتدا تا به انتهایش هیچ یکی از اینها هیچ یکی از ادبیات اساس نداره و اگر اساس میداشت داشت برای ازنا اینا ارزش قائل می بودی به منافع ملی افغانستان تا حالا میتونستن اینا دیگه هیچ کاری کردن میتونستن انتخابات خوب برگزار میکرد معنیش این که برای این کارها اراده وجود نداشته هم در ریاست اجرایی و هم در ریاست واقعیت است در هیچ یکی از دو اراده وجود نداره گرچه هر کدامی که بنشینیم تیم دیگر فرزن متهم میکنه خب این قاعده دنیاست قاعده بازی متعصب چیزی که واقعا لحاظ نشده منافع ملی است منافع ملی است خب شما عنوان میکنین که کار نشده بودجه هم 34 درصد مصرف شده این ناتوانی و حکومت نشان میده خب پس از این انتظار داشته باشیم که به با آنچه که وعده کردن عمل شود پس از این عمل شود ما امیدوار نیستم ما میگیم که گر همین مکتب و این ملا باشد حال طفلان خراب می بینن. وقتی که در ظرف دو نیم سال اینا نتنستن گام های اساسی اما گام هایی که باید برداشتن می که بردارن بر در ظرف یک سال دیگه باز اینا چی کار می گذشته حکومتی که برای مردمش دروغ میگه متاسفانه مثلا در در همه کنفرانس بروکسل که رفتن با تمام شد که اینا ما مطرح کردن سرانجام ما و شما دیدیم که متاسفانه رفتن بر سر سرنوشتی تعداد زیادی از مردم بیچاره افغانستان که تمام دارایی و دارندار ندار خود را به خاطر از اینکه واقعا فضای زندگی و زمینه کار وجود نداشت اشتغال وجود نداشت زمینه تحصیلات خوب هم وجود نداشت امنیت اینا نتونستن تأمین بکنن رفتن تعدادی زیادی از مردم از اقوام محترم متعددی افغانستان در کشورهای اروپایی خود رساندن و شما ما, ما و شما میبینیم که اینا بر سر برگشت اجباری تعداد زیادی از مهاجرین خود عمل نکردن اینا معامله نکردن در اونجا معامله نکردن نکردند که با بعضی کشورهای اروپایی از این جهت است که متاسفانه غیر از اینکه ما و شما واقعا اظهار تاسف بکنید کار دیگر از دستی ما و شما بساختن بس. خب چرا چی باشه که حکومت اصلاح شود مسئولیت نمایندگان مردم و پارلمان مردم افغانستان که مظهر اراده مردم سهیست. افغانستان است چی امروز هم مطرح بود در روزه های گذشته هم مطرح بودن و امروز هم مطرح شد که در مجموع شورای ملی همین گبه که شما مطرح کردین شورای ملی مکلفیت داره بر مبنای قانونی اساسی هر دو تا اتاقش جلسه مشترکی را در نظر گرفته سران حکومت بخواین و جلسه هم باید جلسه علنی باشه که تمام مردم افغانستان امروز کسانی که تلویزیون داره و کسانی که تلویزیون نداره به پای رادیو بنشینه واقعا ببینه که اینجا اتهاماتی که مطرح شده از ناحیه رئیس جمهور علیه معاون اولش و از معاون اول علیه هر دو تا دستگاه حکومتی، هر دو تا تیم حکومتی در رسش آقای عبدالله و آقای غنی باید اینا پاسخ روشن و شفاف خود را با اسناد و اسلام مدارکی که در دست داره برای مردم افغانستان بازگو بکنه امیدوارم سر از این قضیه پافشاری وجود داره تعدادی از وکلا اینا میخواین و تنها رای اساسی هم امینه اگر اینطوری ما بگذاریم فقط فقط هر کسی سخن از اینا به نوبت بیاید اطلاعیه بده کنفرانس های مطبوعاتی اجرا بکنه پلو خورای دور بر ارگو و سفیدار باز بیای توجیه بکنه این درد مردم افغانستان دوانه میکنه و مسئولیت سنگین متوجه اعضای شورای ملی هستن هر دو تا اتاق هم از ولسی و با این وضعیت که پاسخی نخواهند داشت و توجیهی هم نداره خب ببینیم اگر خدا توفیق داد که کار با انجا رسیدن باز مردم افغانستان در جریان قرار خواهند سپاسگزارم دارد. از حضورتون جناب وکیل و قابل یادآوری است که آقای مسعود ترشوار سخنگوی شورای حراست و ثبات خلاف وعده کردند و نیامدند سپاسگزارم از امروحی شما بینندگان عزیز خدا نگهدار